به نام خداوند مهربان، سلام عصر بخیر به کاربر از یک خوش آمدین. آغازگر برنامه ما سرخط مهمترین اخبار اقتصادی. نرخ برابری ارزهای رایج جهان، سود ین و پوند و قیمت جهانی نفت در مرز 100 دلار. توجه کنید به نخستین خبر، نرخ برابری ارزهای رایج جهان، سود ین و پوند. ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلاتی ارز آسیایی در برابر دلار رو به افزایش گذاشته است. همچنان پوند انگلیس با $1.51 در بازارهای جهانی در برابر دلار مبادله شد. جزئیات بیشتر. ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز آسیایی در مقابل دلار آمریکا با مقداری افزایش همراه شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از انچیکی، دیروز هر یک دلار آمریکا با 98.78 ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا با 81% افزایش همراه بوده است. این در حالی است که هر یک یورو با $1.30 در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته 31% افزایش داشته است. هر یک پوند انگلیس نیز با $1.51 در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته 24% افزایش داشته است. و قیمت جهانی نفت در مرز 100 دلار. با انتشار گزارشی از تولیدات صنعتی چین و با اشاره به بهبود ضعیف اقتصاد این کشور در 3 ماه دوم و چشمانداز تقاضا برای سوخت در دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان را با کاهش مواجه ساخت و قیمت نفت در بازارهای جهانی هم با کاهش روبرو شد. جزئیات بیشتر. قیمت جهانی نفت همچنان در مرز 100 دلار حرکت می کند و روز گذشته با 72 سنت کاهش به 99.67 دلار در هر بشکه رسید. به نقل از رویترز، با انتشار گزارش تولیدات صنعتی چین که اشاره به بهبود وضعیت اقتصاد این کشور در 3 ماه دوم داشت و چشمانداز تقاضا برای سوخت را در دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان کاهش داد، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. تتسو اموری، تحلیلگر بازارهای نفت، گفت آمار تولیدات صنعتی چین نسبت به ماه گذشته ناامیدکننده بود. نفت برنت دریای شمال با 72 سنت کاهش 99.67 دلار در هر بشکه فروخته و نفت سبک آمریکا با 56 سنت کاهش 88.63 دلار در هر بشکه معامله شد. قیمت نفت برنت نسبت به قیمت 111 دلاری آن در اوایل آوریل به علت نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی جهان شاهد کاهش 10% بوده است. این کاهش سفته‌بازی در بازارهای نفتی را افزایش داده است و اوپک در نظر دارد در نشست آتی خود عرضه نفت این سازمان را مورد بررسی دوباره قرار دهد. با این حال لیبیا اعلام کرده است که تولید خود را افزایش خواهد داد. اموری افزود نفت زیر 100 دلار شرایط را برای کشورهای تولید کننده در خاورمیانه در متوازن ساختن بودجه خود دچار مشکل می کند. در پاسخ به رشد اقتصادی اندک چین انتظار می رود عربستان تولیدات خود را در 3 ماه دوم سال 2013 تغییر ندهد. این کشور در 2 ماه پایانی سال 2012 روزانه 700 هزار بشکه از تولیدات خود کاسته بود. تا لحظات دیگر برمی گردیم، با ما باشید. با کاربر از یک خوش آمدید. قرار است راهکار تشویق سرمایه گذاری در دهه تحول که در 5 بخش آماده شده است عملی شود. در این مورد بحث را با آقای وفی الله افتخار، رئیس اداره سرمایه گذاری آیسا تهیه دادیم که شانه به کاربر خوش آمدید میگم. تشکر. خب آقای وفی الله، میشه بگوین که این راهکار شامل چند بخش است؟ پس از اینکه سوی شورای وزیران به تصویب برسه، چقدر سهولت ها را میتونه بر سرمایه گذاران در افغانستان فراهم بسازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون یک. طوری که شما در جریان هستین، در این اواخر حکومت افغانستان در پالیسی ها و طرز العمل های خیش یک سلسله تغییرات به خاطر تسهیلات سکتور خصوصی در نظر گرفته که از معافیت مالیاتی گرفته تا محصولات گمرکی و توزیع زمین و توزیع برق مسائل دیگری است. پالیسی جدید تشویق سرمایه گذاری در دوره تحول با هماهنگی تمامی ادارات از طرف وزارت محترم مالیه ترتیب گردیده و سکتور خصوصی هم مشوره های صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که امی پالیسی هرچی زودتر از کابینه به تصویب برسد، چون سرمایه گذارا منتظر هستند، منتظر تطبیق پالیسی هستند. اکثریت دوستای داخلی و خارجی ما
منتظر همی پالیسی است و ما هم تقاضای ما همی است که هر چیز زودتر همی پالیسی به تصویب برسه که به تطبیق آماده باشه. خب آقای افتخار دهی گزارش آمده که سرمایه گذاران که قبل از سال 2014 در افغانستان سرمایه گذاری کنند این سهولت ها میتونه از این سهولت ها بهره مند شوند، ولی شما تو سرمایه گذاری یا تو قرارداد تا حال داشتین که پس از سال 2014 علاقه مند باشه به افغانستان سرمایه گذاری کنه؟ خب خوشبختانه افغانستان دارای فرصت های فراوان است و سرمایه گذارای داخلی و خارجی علاقه مندی خاص داره با فرصت هایی که در افغانستان موجود است. متاسفانه بعض مشکلات است که مشکلات امنیتی است، اما باز هم چون فرصت ها بسیار زیاد است و در بخش معدن، در بخش صنعت، در بخش زراعت و در سکتورهای مختلف دیگه که سرمایه گذارا را تشویق میکنه که وا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و انشاءالله ما امیدوار هستیم که با تطبیق پالیسی جدید که هم فرصت ها باشه هم یک سلسله امتیازات حکومت افغانستان قائل شوه برای سرمایه گذارا، نه تنها ای که در دو سال و سه سال سرمایه گذاری رشد میکنه بلکه در دراز مدت هم سرمایه گذاری رشد میکنه و ما باید زیاد سال 2014 فوکس نداشته باشیم. اما آقای افتخاری مقصد من این بود، یک نکته باریک که در این قسمت وجود داری است که گفتش در سرمایه گذاران که قبل از سال 2014 سرمایه گذاری میکنن از این سهولت ها بهره مند میشن و او کسایی که پس از سال 2014 میخواین سرمایه گذاری کنن پس اونها از این سهولت ها بهره مند نمیشن؟ خب هر حکومتی که میخواد سرمایه گذاری را تشویق کنه و باید امتیازات برای سرمایه گذارا قائل شوه و این خب برای فعلا چون اگر دراز مدت باشه باز قوانین باید تغییرات بیاید. بله. دیگه از برای یک سال دو سال کابینه هم صلاحیت داره که یک معافیت عمومی برای سکتور خصوصی ارائه کنه. حکومت افغانستان انشالله نهادهای مختلف ما امرایشان به هماهنگی ادارات مختلف ما کار میکنیم که امتیازات کوتاه مدت نباشه بلکه دراز مدت باشه، یعنی برای یک سال دو سال نباشه بلکه در دراز مدت برای یک چند سال در منطقه و در جهان در کشورهای مختلف همچون امتیازات برای سرمایه گذارا حکومت ها قائل شده و در افغانستان هم تنها تا 2014 نخواهد باشه بلکه در آینده هم امیدوار هستیم که همچون امتیازات و سرمایه گذارا در نظر گرفته شد. میشه شروعی داشته باشین که عملی شدن این طرح چقدر موثر است و چقدر میتونه بر جلب سرمایه گذاری در افغانستان مفید تمام شود؟ خب سرمایه سکتور خصوصی ما در حالت رشد است. بل. و یک سلسله امتیازات باید حکومت قائل شود. این برای رقابت شانم رای تولیدات خارجی زمینه را فراهم میسازه، تشویق میکنه یک سرمایه گذاره که در یک کشور دیگه چرا او سرمایه گذاری نکنه که در افغانستان کنه، هم فرصت ها باشه هم مارکت برای محصولاتشان خوب باشه و هم امتیازات برای حکومت افغانستان قائل شوه که این امتیازات از قبیل معافیت مالیاتی برای 10 سال آینده برایشان در نظر گرفته میشه، محصول گمرکی سر مواد خام تا 1% تعرفه گمرکیش کاهش پیدا میکنه، محصول گمرکی سر تولیدات مماثلی که از خارج وارد افغانستان میشه و در داخل کشور تولید میشه سر او تعرفه گمرکی بالاتر میشه تا زمینه رقابت برای تولیدات داخلی ما آماده شود. توزیع زمین است که یک مشکل اساسی رشد صنعت ما نبود زمین است و حکومت افغانستان تصمیم گرفته که زمین طور رایگان برای صنعتکارا توزیع شود، فقط قیمت مصرف زیربنایش از پیش سکتور خصوصی گرفته شود و توزیع برق است، چون ما برق در داخل کشور تولید نمی کنیم، اکثریت برق ما وارداتی است، همو قیمت تمام شده که برای حکومت تمام میشه با همو قیمت برای سرمایه گذارا برق توزیع میکنه. گامی مشکلات اساسی صنعتکارا و سرمایه گذارای افغان در افغانستان که فعالیت داشتن همی مشکلات اساسیشان بود. ما امیدوار هستیم که با تطبیق همی پالیسی نه تنهایی که مشکلات سرمایه گذاری حل میشه بلکه سرمایه گذارای فعلی و سرمایه گذارایی که میخواد در افغانستان سرمایه گذاری میکنه و تشویق میشه که یا سرمایه فعالیت های خود انکشاف بده یا فعالیت های خود در افغانستان از نو شروع کنه. آقای افتخار، سرمایه گذاران که قبل از سال 2013 یا سالهای گذشته سرمایه گذاری کردن اینا چطور از سهولت بهره مند
میشن نمیشن؟ خب ما طوری که بیشتر عرض کردم که ما با هماهنگی با تمام سکتورهای داخل در بخش سرمایه گذاری و خصوصا سکتور خصوصی ما با وزارت محترم مالیه می پیشنهادات وار گفتیم که باید به سرمایه گذارای فعلی که فعلا صنعت کارا هستن برای یا هم امتیاز قائل شوه و به یک دوره معین برایشان معافیت مالیاتی و تعرفه های گمرکی باید داده شوه که در مورد کاهش تعرفه های گمرکی سر مواد خام فعلا از طرف وزارت محترم مالیه هیئت توظیف شده و سرش کار میکنه که برای یا هم می همچو امتیازات در نظر گرفته شد. خب فعلا پارکای صنعتی وجود داره، فکر میکنید این پارکای صنعتی مشکلات وجود داره، مشکلات قابل ملاحظه؟ بله، در خونه بود برق است. بله، در پارکای صنعتی دو نوع مشکلات موجود است. یک مشکل زیربنایی است که مشکلات زیربنایی است، نبود سرک است، کانالیزیسیون است، برق است، بعضی مسائل دیگه. مشکل دومی است که اکثریت زمینا برای صنعتکارای واقعی توزیع نشده. اکثریت فابریکات نمرات که در پارکای صنعتی توزیع شده در او از یا از پیش گودام جور شده یا برای یک شرکت خارجی به کرا داده شده. در اونجا فعالیت صنعتی فعلا به او اندازه که باید می بود نیست، که همین یک مشکل کنان است. و ما باز فابریکات داریم که در جای کرایی و رهایشی و فعالیت داره، دیگه یک مشکل است. ما چون پارکای صنعتی قبلا در سالهای گذشته توزیع شده، در آینده پارکایی که توزیع میشه برای او یک طرز العمل، یک پروسیجر خاص جور کردیم که جز از فعالیت صنعتی هیچ کس نمیتونه که زمین پارک صنعتی را به دست بیاره و در اونجا یک گودام جور کنه یا او را برای یک شرکت خارجی بکرا بده. نه، بلکه تنها و تنها فعالیت صنعتی در اونجا می باشه و این پالیسی هم از طریق مراجع زیربط به تصویب رسیده. انشاءالله در توزیع که در آینده از طرف اداره ایسا صورت می گیره همین تمام مشکلات در نظر گرفته میشه، از قبیل مشکلات زیربنا و در مورد توزیع زمین. تشکر. تشکر. پس از وقفه برمیگردیم، همراهی مان کنید. ادامه بحث خوش آمدید. خب آقای افتخار، یگانه مشکلی که صنعتکارای ما با آن مواجهن نبود زمین است. اونا هم را شکایت دارن که در قسمت توزیع زمین به اونا توجه جدی صورت نگرفته. نقش اداره ایسا در حل مشکل تا حال چی بوده؟ خب توزیع زمین یک مشکل بسیار کلان و مانع بزرگی در رشد صنعت ماست و همیشه ما در مجالس و در امرای مسئولین مربوطه صحبت های داشتیم، جلسات داشتیم که در این مورد باید جدی توجه شود. ما فعلا دو سه جای تثبیت کردیم در کابل و ولایت کشور که در اونجا می خواهیم پارکای صنعتی جدید ایجاد کنیم و از وزارت محترم زراعت هم خواهش کردیم رسما که مو زمین تصفیه کنه، چون انتقال ملکیت زمین از وزارت زراعت یا از حکومت به یک اداره دولتی دیگر مسئولیت وزارت محترم زراعت می باشه و باید دور تصفیه کنه و انتقال ملکیت صورت بگیره. تا وقتی که انتقال ملکیت صورت نگیره ما نمیتونیم که کارهای زیربنایی و انکشافی را در پارکای صنعتی آغاز کنیم. بدبختانه تا فعلا هیچ نوع پیشرفت در این عرصه صورت نگرفته و ما همراه اتحادیه صنعتکارا و سکتور خصوصی با وزارت محترم زراعت چندین بار مکاتب هم روان کردیم، جلسات گرفتیم، خود ما رفتیم اونجا همراهشان صحبت کردیم، جایی را که تثبیت کردیم به خاطر ایجاد پارک های صنعتی اونجا ما خود ما رفتیم که همینجا ما میخواییم پارک صنعتی جور شد و متاسفانه تا فعلا هیچ زمینی به اداره ایسا انتقال نشده
تا ما اونجا پارک صنعتی جور کنیم. دلیلش شما در چی میبینید؟ خب به مشکلات زمین خود در مجموع در کشور ما بسیار زیاد است. هر جایی را که ما تثبیت میکنیم به خاطر ایجاد پارک صنعتی در اونجا باز مشکلات غصب موجود است، یا اونجا دعوا از سر بین حکومت و مردم دیگه. امی یک مانی بزرگ است در مورد ایجاد پارک های صنعتی. آقای افتخار، چی میاره به خاطر تثبیت یک زمین که یک پارک صنعتی جور شوه وجود داره نزد شما؟ خب زمین از شهر یک کمک دورتر باید باشه و با مراجع مختلف باید اونجا ما صحبت های داشته باشیم که در پلان و چطور است. اول خب در ماستر پلان همون شهر آیا او جای برای پارک صنعتی در نظر گرفته شده یا نه؟ همین بسیار مهم است، چرا باز وزارت محترم شهرسازی و ادارات دیگه برای ما اجازه نمیده تا اونجا از محیط زیست گرفته تا مسائل دیگه از آبادی یا از شهر کمک دورتر باشه. برق باید اونجا چی باشه؟ ریاست محترم برشنا همراهشان صحبت میکنیم پیش از اینکه پارک ایجاد شد که وای آماده هستن که اونجا برق لاینای برق توزیع کنم و مسائل دیگر. اما مهمترین چیزی است که از شهر از آبادی یک کمک دورتر باشه تا از لحاظ محیط زیستم برای مردم ما اذیت نکنه. بسیار خوب. آقای افتخار، بزرگترین کشور کمک کننده در افغانستان که علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان باشه کدام کشور است؟ خب کشورهای مختلف است. ما میتونیم کشورهای همسایه و منطقه زیادترین علاقمندی داره که در افغانستان سرمایه گذاری کنه در سکتورهای مختلف. معدن سکتور بزرگ است که زیادتر کشورها علاقمندی داره که در سکتور معدن و سرمایه گذاری کنه. اما ما می خواهیم که نه تنهایی که در سکتور معدن باید با سرمایه گذاری کنه، بلکه در سکتور صنعت و در سکتور زراعت و سکتورهای متعدد دیگه هم و باید سرمایه گذاری کنه و کشورهای همسایه و منطقه بیشترین علاقمندی در سرمایه گذاری در افغانستان داره. همکاری کشور هندوستان با افغانستان شما چگونه میبینید؟ خب کشور هندوستان هم میخواد که در سکتورهای مختلف سرمایه گذاری کنه. حیاتش چند قبل آمده بودن کابل، امرای ارگانهای مختلف گفتگو و مجالسی داشتن و علاقمندی خاص داشتن که در سکتورهای مختلف در افغانستان و سرمایه گذاری کنه و برای خود پارتنرها را میخواستن که پیدا کنه که امرای کی اینجا بتانه کارا پیش ببرد. از سکتور خصوصی البته میخواستن که برای خود پارتنر پیدا کنه. یگانه علاقمندی که کشور هندوستان به خاطر سرمایه گذاری در بخش سنگ مرمر در افغانستان داره شما چگونه میبینید؟ خب کشور هندوستان نه تنهایی که در سنگ مرمر علاقمندی داره و ما هم پیشتر گفتم که فرصت های سرمایه گذاری فراوان است در افغانستان، نه تنهایی که در بخش سنگ مرمر یا در معدن، در سکتورهای مختلف. و ما هم یک شعبه تحقیق و پلان جور کردیم که ما هم می خواهیم که تحقیق کنیم سر فرصت های موجود کشور و او را به دسترس سرمایه گذاری داخلی و خارجی قرار بدیم که تنها یک سکتور نیست که در افغانستان اونجا باید سرمایه گذاری صورت بگیره، بلکه با تعداد زیاد سکتورها هستند که اونجا میتونن که سرمایه گذاری کنه و ما هم کوشش میکنیم که در جلب و جذب سرمایه گذاری پلانا و برنامه های متعدد داریم. شما نمودار یا گراف ظرفیت سرمایه گذاری در افغانستان در حالت سود میبینید؟ بله، خوشبختانه در مورد سرمایه گذاری در این اواخر در افزایش است و علاقمندی خاص داره، خصوصا سرمایه گذارای افغانی ما که در خارج سرمایه گذاری کرده و منتظر امی پالیسی جدید است که هر چیز تر از طریق حکومت تطبیق شود و آماده هستند که از کشورهای خارجی سرمایه خود انتقال بده به افغانستان و اینجا فعالیت های خود ادامه بده. خب آقای افتخار، از سال 2003 تا کنون چقدر سرمایه گذاری در افغانستان جذب شده؟ در کدام بخش بیشترش بوده؟ خب از سال 2003 تا به امروز تقریبا در حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری ابتدایی صورت گرفته. البته ارقامی که پیش ما ثبت است این سرمایه گذاری های ابتدایی است. بله. یعنی از این که سرمایه گذاری بیشتر صورت گرفته و ما سریع کار میکنیم که امو ارقام دقیق تر، یعنی این هم دقیق است اما امو ارقامی که فعلا، یعنی یک شرکت میشه در 2003 با 1 میلیون دلار شروع کرده، اما سرمایه ابتدایی 1 میلیون دلار است، اما میشه امروز به 10 میلیون دلار
رسیده باشه. در این عرصه ما کار میکنیم که همون سرمایه گذاری واقعی را به دسترس سرمایه گذاران قرار بدیم و بزرگترین سکتورها سکتور خدمات بود. تقریبا بیش از 40% سرمایه گذاری در مجموع در سکتور خدمات شده که شرکت های مخابراتی، شرکت های هوایی، شرکت های بانکی و شرکت های ترانسپورتی، لوجستیکی، هتل ها، رستوران ها و سایر شرکت های خدماتی دیگر. امی سکتور بزرگترین سکتور ما سکتور خدمات. و در قسمت معدن؟ در قسمت معدن هم سرمایه گذاری صورت گرفته، اما بزرگترین سکتور ما سکتور خدمات بوده. خب آقای افتخار، با نشر این گزارش که قرار است این راهکار جدیدی که به خاطر جلب سرمایه گذاری در افغانستان تصویب شوه و عملی شوه، شما قراردادهای هم دریافت کردین از سوی سرمایه گذاران؟ خب. علاقه منده وجود داشته؟ پیشتر هم گفتم که اکثریت سرمایه گذاران منتظر امی پالیسی است که امی پالیسی زودتر تطبیق شود، چرا وقت بسیار کم است. تا آخر سال 2014، یعنی اگر یک شخص یا سرمایه گذار فابریکی خود میخواه که اینجا ایجاد کنه، یعنی یک و نیم سال بسیار وقت زیق است و ما هم خواهش مامی است که بسیار زود به تصویب برسه تا سرمایه گذارا کار عملی را شروع کنه و تا دسامبر 2014 عملا به فعالیت آغاز. خب نزد اداره آیسیا هم کدام میار وجود داره که بین شرکت ها میار وجود داشته باشه که نظر به اون میارش باش قرار داده بته؟ یعنی دو طلبی بانه؟ خب ما قراردادها را ما نمی کنیم. هر اداره دولتی وزارت جواز فعالیت که باشه ما تنها جواز فعالیت می تیم و سه کتگوری داریم. بله. سرمایه گذاری کوچک، سرمایه گذاری متوسط و سرمایه گذاری بزرگ. باز شرایطی که ارگانهای مختلف در بخش قراردادهای خود داره، با مو اساس سرمایه گذار جواز میگیره، جواز فعالیت میگیره، با مو اساس امتیازات خاص داره. تشکر از شما آقای افتخاری. تشکر. این بود برنامه کاروبار امروز که تقدیم شد. از توجه و همراهیتان تشکر. از شما دعوت میکنم که در ساعت 5 با همکنان بخش خبر ما نیز باشید. خدا نگهدار.